سینمای مارول سالها در تلاش برای جذب مخاطب و مطرح کردن خودش بوده و سری اول مرد آهنی همون اتفاقی بود که سالها براش انتظار کشیده بود. یه هایپ و شهرت جهانی که تا امروز هم ادامه داره و مخاطبهای روزافزونی که چشم به راه آثار جدیدشن. یکی از جدیدترین آثاری که بی‌صبرانه همه منتظر اکران شدنش این فیلم جذاب د مارولز که قرار امسال منتشر بشه. بریم تا یکم از د مارولز حرف بزنیم. سلام، من امیر عباسم، اینجا فیلمالوجی. خیلی 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 خوش اومدید. ممنونم که ریویدوی ما کلیک کردین. از اینکه کانال ما رو لایق دیدن دونستید خیلی ازتون متشکرم. اینجا راجع به محتوای فیلم، سریال و دنیای سینما صحبت میکنیم. بس اگه شما هم به این محتوا علاقه دارین، یادتون نره کانال ما رو ساب داشته باشین و توی کامنت ها منتظر نظرات قشنگتون هستیم. فیلم مارولی ها ساخته نیا داکوتاست و نوشتن فیلمنامه‌اش به عهده مگان مکدونالد بوده. قرار بود تا مرداد منتشر بشه ولی هنوز خبری از انتشارش نیست و معلوم هم نیست قراره تا کی منتظر اکرانش بمونیم. البته که این تأخیر ارتباط مستقیمی با اعتراضات نویسنده ها و بازیگران هالیوود هم داشته و داره. عدد مشخصی برای بودجه اثر معلوم نیست ولی از اخبار و حواشی طوری که به گوش میرسه چیزی حدود 500 میلیون دلار برای ساخت این اثر هزینه شده. اگه میخواید از داستان فیلم بدونید، باید بگم هنوز اطلاعاتی از دسترس نیست ولی فیلم در ادامه کاپیتان مارول 2019 قرار روایت بشه. قرار نیست در گذشته باشیم و ژانر هم همونطور که میدونید ابرقهرمانی فانتزی اکشن ماجراجوییه. بازیگرهای جذابی مثل بری لارسون، ایمان ولان و ساموئل ال جکسون، پارک سو جون توی اثر حضور دارن و حضور پارک سو جون توی اثر بسیار خبرساز بود و فکر میکنم این اولین حضور پارک سو جون توی دنیای مارول باید باشه. برای شخص من مهمتر و جذابتر از داستان و قهرمان ها ضد قهرمان هایی هستند که توی این اثر قراره ببینیم، چون تا جایی که دیدیم کاپیتان مارول توی اونجرز ترسناکترین دشمن کل اونجرز رو به چشم به هم زدنی نابود کرد. لشکری که تا مرز پیروزی رفته بود و اونجرزی که همه دست به دست همدیگه داده بودن از بُعدهای متفاوت و باز هم نتونسته بودن درست حسابی از پسش بر بیان، کاپیتان مارول اومد و یه چشم به هم زدن تمام. و اینکه چه انمی، چه دشمنی، چه شخصیت منفی قرار این بار بیاد که بتونه برای همچین کاراکترهایی چالش درست کنه، برای شخص من خیلی جذابه و قراره سورپرایزشیم. مطمئنن قراره سورپرایزشیم. تا جایی که تریلرها دیدیم احتمال دیدن یک درام ابرقهرمانی بالاست و انتظار داریم داستان جذابی هم بدونیم و از اون جایی که اثر ساخته این مارول مطمئنن کیفیت فوق بالایی خواهد داشت، چون مارول یکی از پیشتازهای سی جی آی و جلوه های ویژه است. فکر میکنم تا همینقدر کافیه. اگه شما هم اخباری شنیدین، اگه چیزی رو ما جا انداختیم توی کامنت ها به اشتراک بذارید و باید منتظر بمونیم تا ببینیم کی اکران میشه. به محض اکران شدن دیدوی موشکای و تحلیل د مارولز یا مارولی ها رو خواهیم داشت. ممنونم که توی این ویدیو همراه ما بودین و خدا نگهدار.